شما میدونید که کافرها صفات بد زیادی دارن، مثلا ظالم هستن، دروغگو هستن، این چیزی که قرآن میگه، حتی ملعون هستن. یکی از این صفات ها را متاسفانه بعضی از مسلمان ها دارند. ما امروز میخوایم این صفت رو از این دو صفحه در بیاریم، ببینیم سنی داره یا شیعه داره. طبعا شما چون که من سنی هستم حدس میزنید که من میخوام شیعه رو محکوم کنم، منتها انصاف بیاد به کار ببریم، هم شما هم ما آیات رو ببینیم. من متاسفانه امروز در سیستمی که ما دارم نمیتونم اون صفحه رو روی تلویزیون شما نمایش بدم، اما همه شما در خانه قرآن دارید. صفحه 467 این قرآن مشهور رو یا سوره غافر از آیه اول باز کنید، دو صفحه اولش، صفتی که در همین دو صفحه 7 بار یا 6 بار اسم کافرا به طریق مختلف اومده. اولش در آیه 4 از سوره غافر الله پاک یک صفتی رو به کفار منصوب میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله میفرماد ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. در آیات خدا کسی مجادله نمیکنه، یعنی منکر نمیشه آیات خدا رو مگر کافرها. مجادله میکنه، نه اینجوریه نه اونجوریه، نمیخواد آیات خدا رو قبول کنه. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، جز کافرها هیچ کس دیگه در آیات خدا بحث نمی کنه، تسلیمه، اسم ما مسلمونه. باز خداوند در آیه 5 مثال میزنه همین کافرها رو، قوم نوح و قوم احزاب رو. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، میگه قبل از اینا هم کافر شدند. کذبت یعنی تکذیب کردن، یعنی کافر شدن دیگه. قوم نوح و گروه های دیگه بعد از نوح آمدن و همت کل امتن به رسول هم لیخذوه، هر امتی کوشش کرد که پیغمبر خود رو بکشه. و جادلو بالباطل، بازم همونه، و جادلو بالباطل لیدهزو به الحق، بازم اومدن با باطل جدال کردن، بحث کردن، جنگ کردن تا حق رو نابود کنن. این دو جا. پس فهمیدیم یک صفت کافرها این است که با آیات خدا سر جنگ دارن، قبول نمی کنن. و مثالش هم قوم نوح و کسایی که بعدش اومدن رو خداوند فرموده. باز در آیه بعد یعنی آیه 6 کافرها رو وعید میده، میترسونه از جهنم و باز میفرماد که و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. خداوند حق کلمه نوشته امضا کرده، کسایی که کافر شدن یعنی با آیات خدا جنگیدن، قبول نکردن، مجادله کردن. ببینید اینجا توجه کنید، نمیگه با خود خدا، با آیات خدا. البته در آیات بعد میبینید که با خود خدا جنگ ندارن، با حرفایی که پیامبر از خدا میارن اینا جنگ دارن، مجادله میکنن. نه نمیگه خدا نمیشه هم چیزی گفته باشه. خداوند میگه من فیصله کردم، حکم من این است که چنین کسایی اصحاب النار هستن. کی هستن؟ یاران آتش. این آیه 6 بود. باز در آیه 10 دو مرتبه کلمه کفر به کار رفته و اینها رو داره میگه روز قیامت داره صحبت میکنه. ان الذين كفروا، کسایی که کافر شدن، ينادون مقت الله اکبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون. روز قیامت میگه این کسایی که کافر شدن ندا داده میشه به اینها که خشم خدا، غضب خدا بالاتر از غضب خودتون بین خودتون بود که شما آیا قبول نمیکردید. ببینید امروز چه نشی از هم دیگه میترسیدید، قبول نمیکردید. خب ببینید که مقت خدا، خشم خدا، غضب خدا، دشمنی خدا با شما بیشتر از دشمنی خودتون با خودتون بود. نتیجه رو ببینید. چرا میگه شما رو به ایمان فرا میخوندن دو کافر میشدید. بس این اصل. الان ما به بیت القصید میرسیم، آیه 12 اون صفت رو میگه، یک صفتی که گفته که مجادله میکنن در آیات خدا، اما الان داره اون صفت اصلی رو میگه. اگه شما آیه 12 رو کاش من میتونستم براتون بیارم، ولی کلمه کلمه براتون معنی میکنم،
ذلکم، میگه این که شما رو خدا سر شما با شما دشمنی داره در قیامت داره به شما میگه به خاطر چیه؟ به انه، به خاطر این است، به خاطر چی است؟ خوب توجه کنید، اذا وقتی که دوی الله وحده کفرتم، وقتی خدا رو به وحدانیت خونده میشد دوی الله وحده کفرتم، خدا رو که میگفتن یکیش شما کافر میشدید. نمیگه خدا رو قبول نداشتید، وقتی میگفتیم خدا یکیست کافر میشدید. به دنبالش بیشتر توضیح میده. آیه 12 سوره غافر خودتون باز کنید ببینید دیگه. معنیش هم همون است که شیعه معنی میکنه. و این یشرک بهی تؤمنو. و اگر به خدا شریک قرار میدادن ایمان میآوردید. یعنی با خدا شما مشکل نداشتید. با وحدانیت خدا مشکل داشتید. و امروز میبینید. نه بودایی با خدا مشکل داره. نه مسیحی با خدا مشکل داره. نه هندو با خدا مشکل داره. نه بت پرست با خدا مشکل داره. بت پرستای زمان پیغمبرم الله را قبول داشت. نه مسیحی ها مشکل دارن، مشکلشون فقط این است که میگه یکی نیست خدا. همراش میگه کسای دیگر رو بخونید، واسطه ای حداقل یک واسطه رو که بخونید. خوب دوباره نگاه کنید، این میگه به خاطر خدا با شما دشمن است در روز قیامت. به خاطر چیه؟ ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم، وقتی میگفت خدا یکی شما کافر میشدید، میگفتی نه ما قبول نداریم چنین خدایی که واسطه نداشته باشه. و این و ولی اگر یشرک بهی تؤمنون، اگر به اون کافر می شدن ایمان می آوردید. فالحکم لله العلی الکبیر، به شما مربوط نیست، حکم برای خداوندی است که اعلی مرتبه است و بزرگ است. شما چه کار خدا شریک قرار میدی؟ اگر خدا میخواد وحدانیت خودشو بگه باید ازش قبول کنی. به تو چه که حسین میاریم، عیسی رو میاریم، موسی رو میاریم وسط. فالحکم لله، حکم برای خداست.